جعفر کردپور، برادر مسعود کردپور با ما همراهی میکنند. برای ما بیشتر بگید از وضعیت برادرتون مسعود کردپور، آقای کردپور، و اینکه به چه بهانه ای در واقع بازداشت کردن ایشون رو. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. قبل از هر چیز تسلیت خودم را تقدیم خانواده جانباختگان این اعتراضات میکنم، در غمشون شریک هستم و واقعا غمگینم برای از دست دادن جونشون و این خانواده های داغدار. واقعا این خشونت جایی ندارد و به خاطر یک درخواست های خیلی ابتدایی. بفرمایید. بله، در مورد مسعود عرض کنم، ایشونو که 4 روز بعد از اینکه گینا جونش رو از دست داد اومدن نیست به شب اونو بازداشت کردند و وسایلش رو همه خونش رو گشتن و کامپیوتر و موبایل تلفن و یک کمی کاغذ و اینا داشت، اینا رو با خودشون بردن. البته مسعود کردپور واقعا هنوز هم اتهامش مشخص نیست، چون هیچ کاری غیر قانونی کرده و در این اعتراضات اصلا نبوده. یعنی قبل از اینکه اعتراضات شروع بشه ایشون رو دستگیر کردن و کسی هم تحریک نکرده. یک روزنامه‌نگاری بوده که فقط گزارش‌های از مردم زرد کشیده، از حقوق مردم، از کولبرا، از زندانیان که بدون مورد دستگیر می شدن، از اینا خبراشو پخش میکرد. یعنی یک فعال حقوق بشری بوده و غیر از این کار دیگه ای نکرده. یعنی شما باور دارید آقای کردپور که برادرتون در واقع به دلیل خبررسانی از وضعیتی که در کردستان هست در همه موارد بازداشت شده در واقع؟ بله همین است. یعنی تنیا کاری که قبلا هم چه دستگیر شده بود، تنیا چیزی که اتهامی که بهشون زدن خبررسانی است. خبررسانی هم تو هیچ قانونی تو ایران ننوشه چه خبررسانی یک روزنامه‌نگار ممنوعه یا جرم داره. ولی دیگه متاسفانه منطقه ما، منطقه کردنشین، امنیتی کردن و هر ماموری خودش میتونه هر کاری که خواست بکنه بدون اینکه جوابگو باشه. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و توضیحاتی که ارائه کردی. جعفر کردپور، برادر مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان.